برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ساعت 2 بامداد امروز شنبه 11 تیر 1401 حوالی شهر بندرعباس در استان هرمزگان در جنوب شرقی ایران 16 زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد که 3 زمین لرزه آن بالای 6 ریشتر بوده است. محل دقیق وقوع این زمین لرزه حوالی بندر خمیر در استان هرمزگان بوده و حدود 30 ثانیه طول کشیده و در کشور امارات هم احساس شد. بر اثر این حادثه تا به این لحظه 5 نفر جان باخته و 44 نفر زخمی شدند و ده‌ها خانه و مغازه آسیب دیدند. حسام الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران میگوید بر اساس آمار زنان سالمند چون شانس ازدواج مجدد را ندارند، 4 برابر مردان سالمند تنها زندگی می کنند و ضرورت دارد تابوی ازدواج زنان سالمند در جامعه شکسته شود. وی تعداد جمعیت سالمندان کشور را 9 میلیون نفر عنوان کرد و گفت بر اساس پیشبینی ها در سال 1410 تعداد سالمندان به 13 میلیون و در سال 1420 به 19 میلیون و در سال 1430 به 35 میلیون نفر میرسد که ضروری است تغییراتی در کیفیت و سبک زندگی سالمندان اتفاق بیفتد. اون زیاب، سخنگوی وزارت منابع آب عراق، دلیل اصلی افزایش زبانه نمک و شوری آب در شط العرب استان بصره را تعیین کرد و گفت اقدام ایران در قطع کامل رود کارون که به شط العرب می‌ریزد منجر به پیشروی زبانه نمک شده است. به افزود شط العرب باید حاوی میزان بالای آب شیرین باشد، اما قطع کارون بر شط العرب و زیست ماهی ها و آبزی ها در آن تأثیر گذاشته است. حوزه علمیه زینبیه در منطقه سید زینب در حومه دمشق پایتخت سوریه که از مراکز علمی مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله است، میزبان برگزاری مجلس عزاداری سال روز شهادت امام جواد علیه السلام بود. این مراسم در حسینیه حوزه علمیه زینبیه برگزار شد و در آن حجت الاسلام شیخ محمد امامی به سخنرانی پرداخت. نیروهای هشت‌الشعبی موفق شدند زرقام خطرناکترین جنایتکار کشتار اسپایکر را بازداشت کنند. وی پس از بازداشت به شرکت در کشتار 600 نفر در جنایت کشتار اسپایکر اعتراف کرد. دولت محلی سلیمانیه عراق در پی تشدید خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان از تعطیلی تمامی مغازه‌های فروش اسلحه و مصادره سلاح‌های بدون مجوز خبر داد. استاندار سلیمانیه در یک کنفرانس خبری گفت نیروهای آسایش و یگانهای اداری وابسته و همچنین نیروهای پلیس سلیمانیه مکلف به پلمپ تمامی مغازه‌های فروش اسلحه، تعلق معاملات سلاح و همچنین مصادره سلاح‌های بدون مجوز از بازارها و مؤسسات و اماکن دیگر شدند. روزنامه خراسان نوشت به تازگی خبر فرود اضطراری هواپیماهای مشهد مسقط بعد از 3 ساعت سرگردانی در آسمان مشهد و تخلیه بانک بنزین هواپیما منتشر شد. این خبر وقتی مهم می شود که بدانیم این ششمین نقص فنی گزارش شده هواپیماهای کشور تنها در طول کمتر از 2 هفته اخیر است. کار ترجمه قرآن کریم به زبان ایگبو به همت مسلمانان جنوب شرقی نیجریه با موفقیت به اتمام و به مرحله انتشار رسید. از این ترجمه جمعه 10 تیر ماه 1401 در مسجد انصار الدین واقع در آبوجا رونمایی شد.